عجب اناریه. چقدر خوش رنگ و دونه هاش درشتن. معرکه است. ایوا سلام بچه ها. Hello everyone. اسم من سنمه. My name is سنم. و امروزم با یه دونه دیگه از قسمت های قصه گویی به زبان فارسی مهمون خونه های شما. دقیقا مثل دفعه های پیش خیلی دوست دارم که همین اول برنامه به همه تون یه سلام گرم و درست و حسابی بکنم. سلام گلای خندون، سلام بادندون، سلام بیدندون، سلام به هر پرنده که توی باغ میخنده، سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا، سلام به روی ماه همه شما بچه های خوب و خوشگل و حرف گوش کن و مرتب و تمیز و همه چی تمومی که نشستین توی خونه هاتون و دارین این برنامه رو تماشا میکنین. امروز من داشتم برای خودم انار میخوردم. انار یا پامگرنت که اینجا دارین میبینین، مطمئنم هستم که خیلی هاتون قبلا اینو دیدین، یکی از میوه هایی که وقتی که هوا سرد میشه میاد تو بازار. انار یک رنگ خیلی قرمز درخشان و خوش رنگی داره. بالای سر میوه انارم یه دونه تاجه یا یه دونه کراونه. خیلی خوشگله نه؟ انار به خاطر مزه خیلی ترش و شیرینی که داره یکی از میوه های مورد علاقه منه. اگر که موافق باشین بیاین برای انار یه دونه شعر بخونیم. حاضرین؟ شروع کنیم؟ باش. انار میوه خوشمزه منم، یه تاج دارم روی سرم، مثل صدف توی دلم هزار تا مروارید دارم، با مزه ای ترش و شیرین نمونه هستم رو زمین، منم میوه سرما قرمز و سرخ و زیبا. اینم از شعر انار. من چند روز پیش که رفته بودم خرید کلی برای خودم انار خریدم، برای اینکه شب یلدا نزدیکه. شب یلدا حتما همتون میدونین که بلندترین شب ساله و دقیقا میفته توی آخرین شب فصل پاییز یا فا. بعدش چی میشه؟ روز بعدش وینتر یا زمستون شروع میشه. بعد از زمستون سپرینگ یا بهاره که شروع میشه و بعد از اون تابستون یا سامر، فصل مورد علاقه من و فصل گرما شروع میشه. بعد از اون دوباره پاییز داریم، زمستون داریم، بهار، و همین جور این چرخه برای خودش تکرار میشه. شب یلدا رو از قدیم ایرانی ها کنار خانواده هاشون جشن میگرفتن. توی این شب هر خانواده جمع میشن و کلی خوراکی های خوشمزه میخورن. یکی از خوراکی های شب یلدا همین اناره. بعضی ها ممکنه که هندوانه بیارن بخورن، بعضی ها آجیل میذارن، شیرینی میذارن و کلی چیزهای دیگه. به نظر من که هر خوراکی خوشمزه‌ای رو میشه تو شب یلدا حتما خورد. بزرگترا تو این شب فال حافظ میخونن و مادر بزرگا و پدر بزرگا برای نوه هاشون تو این شب کلی داستانای قشنگ تعریف میکنن. فردا صبح شب یلدا زمستونه که شروع میشه. توی زمستون
روزا کوتاهن و شبا بلند. وقتی که زمستون میاد هوا دیگه واقعا سرد میشه. بعضی جاها انقدر سرد میشه که برف میاد. ممکنه که یکم برف بیاد، ممکنه که خیلی برف بیاد. بعضی جاها ممکنه انقدر برف بیاد که مدرسه ها تعطیل بشه. معمولا روزایی که برف میاد، بچه ها از خونهشون میرن بیرون، گلوله برفی درست میکنن و برای هم پرت میکنن. بعضی هم دوست دارن که آدم برفی درست کنن. خیلی هم میان توی برف نقاشی میکشن یا انقدر از برف خوششون میاد خودشونو دوست دارن پرت کنن توی برف. من خیلی آرام دیدم که توی برف با خودشون مربا میارن و میریزن روی برف و میخورن. من که فکر کنم خیلی خوشمزه بشه. حالا که این حرفا رو زدیم، بیاین بریم یه شعر برای زمستون و برف بخونیم. من که این فصل رو چون سرده اونقدر دوست ندارم، اما عوضش شعر روز برف بازی رو خیلی دوست دارم. اگه که موافق هستین با هم بریم این شعر رو بخونیم. به به چه برفی نشست رو زمین، هنوزم میباره بچه ها پاشین. خونه خیابون مونده زیر برف، روز برف بازیه بچه ها پاشین. به بچه برفی دونه بدونه، چه سفید چه خوشگل چه مهربونه. چشم سار مونده زیر برف، روز برف بازیه بچه ها پاشین. به بچه برفی داره میباره، رو زمین برامون پنبه میکاره. کوچه پشت بوم مونده زیر برف، روز برف بازیه بچه ها پاشین. به بچه برفی نقش زمینه، پولک و مروارید فرش زمینه. بیشه زار مونده زیر برف، روز برف بازیه بچه ها پاشین. به بچه برفی شکوفه بارون، شکوفه میشینه رو تاق ایفون. صحرا بیابون مونده زیر برف، روز برف بازیه بچه ها پاشین. اینم از شعر روز برف بازی. من که عاشق این شعرم، اصلاً از خوندنش خسته نمیشم. اما فکر کنم که الان وقت اینه که بریم سراغ قصه‌مون. قصه امروز فکر میکنم با این حرفایی که زدیم یا راجب شب یلداه، یا راجب اناره، یا راجب زمستون و روز برف‌بازی. بریم ببینیم قصه امروز اسمش چیه؟ این کوله پشتی منه. This is my backpack. بذاریم ببینم قصه‌ای که امروز میخوایم با هم بخونیم اسمش چیه؟ قصه امروز اسمش هست پرواز در یک روز زمستانی. بریم با هم این قصه رو بخونیم. داستانی که امروز براتون انتخاب کردم اسمش هست پرواز در یک روز زمستانی. خانم میمنت میرصادقی این کتاب رو نوشتن و نقاشی های این کتاب رو خانم رویا صادقی انجام دادن. این کتاب محصول انتشارات بهار هست. بریم و با هم قصه رو شروع کنیم. روزی روزگاری در یک روز سرد زمستانی، صبح خیلی زود پرنده‌ای از لونش بیرون اومد. این طرف و اون طرف رو نگاه کرد که آب و دونه‌ای پیدا کنه. اما
غیر از سفیدی هیچ چیز ندید. شب پیش برف اومده بود و روی همه چیز نشسته بود. پرنده به هر طرف که نگاه میکرد برف میدید و برف. پرنده هم گرسنه بود و هم تشنه. وقتی دونه‌ای پیدا نکرد رفت سراغ چاله آبی که همیشه از اون آب میخورد تا چند چکه آب بخوره. مثل همیشه نوکش رو کرد توی چاله. اما آب چاله یخ زده بود و سرد و سخت بود. چند تا نوک زد که یخ رو بشکنه. اما یخ نشکست. نوکش هم درد گرفت. پنجه ها و پاش هم یخ کرد. زود از کنار چاله پرید و نشست روی شاخه یه درخت و همینطور که میلرزید از اون بالا گفت: ای یخ، تو چرا این همه زور داری؟ یخ گفت: من که زوری ندارم. من اگه زور داشتم آفتاب منو آب نمی کرد. پرنده سرشو بالا کرد و دید یه گوشه آسمون روشن شده و آفتاب داره از پشت کوه در میاد. پر زد به طرف آفتاب و داد زد: آهای آفتاب، تو چرا این همه زور داری؟ آفتاب گفت: من که زوری ندارم. من اگه زور داشتم ابر جلوی منو نمی گرفت. پرنده پر کشید به طرف یه تیکه ابر که داشت توی آسمون آبی آروم آروم شنا می کرد. اون وقت بلندتر داد زد: آهای ابر، تو چرا این همه زور داری؟ ابر همینطور که دور می شد گفت: من که زوری ندارم. من اگه زور داشتم کوه راه منو نمی بست. پرنده پر زد به طرف کوه بلندی که اون طرف دشت محکم و با قدرت ایستاده بود. اون وقت فریاد زد: آهای کوه، تو چرا این همه زور داری؟ کوه گفت: من که زوری ندارم. من اگه زور داشتم تو باغ پایین پام علف سبز نمی شد. پرنده پر کشید به طرف باغ پایین کوه و نشست کنار یه ساقه نازک علف که سرش رو از خاک در آورده بود و داشت این طرف و اون طرف رو نگاه میکرد. از اون پرسید: ای علف، تو چرا این همه زور داری؟ علف گفت: من که زوری ندارم. من اگه زور داشتم باغبون منو نمیکند و خوراک بزی نمیکرد. پرنده پر زد به طرف باغبون و نشست روی علفایی که باغبون از زمین کنده بود و داشت میبرد برای بزی. اون وقت رو کرد به باغبون و گفت: ای باغبون، تو چرا این همه زور داری؟ باغبون گفت: من که زوری ندارم. من اگه زور داشتم موش تو خونم لونه نمیکرد. پرنده از اونجا پرید و اونقدر گشت و گشت تا پشت خونه باغبون لونه موش رو پیدا کرد. رو کرد به موش و گفت: ای موش، تو چرا این همه زور داری؟ موش گفت: من که زوری ندارم. من اگه زور داشتم گربه منو دنبال نمی کرد و نمی ترسوند. پرنده به این طرف و اون طرف نگاهی کرد و دید گربه کنار ایوون خونه باغبون داره چرت می زنه. پر کشید به طرف ایوون و اونقدر جیک جیک کرد که گربه بیدار شد. اون وقت پرنده گفت: ای گربه، تو چرا این همه زور داری؟ اما گربه خوابش می اومد و حوصله حرف زدن نداشت. غرغری کرد و دوباره چشمهاشو بست. پرنده روی شاخه درختی پرید و از اونجا نگاهی به دور و برش کرد. دید به به، آفتاب وسط آسمون می درخشه. یخ آب شده، ابر سر کوه نشسته، علفای باغ قد کشیدن. باغبون داره زمین رو بیل میزنه، گربه داره غذایی رو که دختر باغبون آورده میخوره، موش هم داره تهمونده خوراکی‌هایی رو که ته باغ ریختن به لونش میبره. پرنده به شاخه که روی اون نشسته بود نگاه کرد. شاخه پر از جوونه بود. هوا هم سرد نبود. پنجه هاش هم گرم گرم بود. با خودش گفت: چه خوب شد که از روی چاله آب پر زدم و اینور و اونور رفتم و پرسجو کردم. خیلی خسته شدم،
اما خیلی چیزان یاد گرفتن. حالا دیگه میدونم اگه کوه راه ابر رو نمی بست، اگه ابر جلوی آفتاب رو نمی گرفت، اگه برف از ابر نمی بارید، اگه آفتاب یخا رو آب نمی کرد، اگر علف روی زمین سبز نمی شد، اگه باغبون علفا رو برای بزی نمی کند، اگه موش تعمونده غذاها رو نمی خورد، دنیا این همه قشنگ و تمیز نمی شد. پرنده با خودش گفت چه خوبه که اینا این همه زور دارن. اون وقت تازه یادش افتاد که گرسنه و تشنه است. جیک جیکی کرد و از روی درخت به طرف زمین پر کشید. حالا دیگه همه جا هم آب فراوون بود هم دونه. جیک جیک پرنده ها همه جا رو پر کرده بود. قصه پرواز در یک روز زمستونی همینجا تموم میشه. امیدوارم از کتابی که امروز با هم دیگه خوندیم لذت برده باشیم. بچه ها بگین ببینم، Did you like the story؟ از قصه خوشتون اومد؟ بله؟ Yes؟ یا نه؟ No؟ من که واقعا منتظرم که یه برف درست و حسابی بیاد تا بتونم برم برف بازی کنم. بذارین حالا براتون یه دونه شعر دیگه بخونم از کتاب بازی با انگشت ها. شعرهای این کتاب رو آقای مصطفی رحمان دوست گفتن و نقاشیاشو خانم حاله لادن کشیدن. این کتاب محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستش. از شما خواهش میکنم که لطفاً دستاتون رو بیارین بالا و انگشتاتون رو تا جایی که میتونید از هم فاصله بدین. بیاین با هم بشماریم ببینیم یه دونه دست چند تا انگشت داره. حاضرین؟ 1 2 3 4 5. مطمئنم دیگه همه تون یاد گرفتین که یه دونه دست 5 تا انگشت داره. بریم با هم این شعری که انتخاب کردم رو بخونیم. اولی گفت من 3 ماهم بهارم، هوای خوبی دارم. دومی گفت 3 ماه دارم تابستونم، میوه دارم باغبونم. سومی گفت من 3 ماهم پاییزم، برگ درخت میریزم. چهارمی گفت 3 ماه دارم زمستونم، سرما و برف و بارونم. پنجمی گفت 7 ماه و سالم، بچه ها خوش به حالم. یعنی این که تمام فصلا توی دل سال مخفی شدن. این از این و خیلی دوست دارم که برای شما 2 تا دیگه شعر از برف و زمستون بخونم. حاضرین؟ اتل متل کلوچه، برف اومده تو کوچه، برفای دونه دونه کلاغه شعر میخونه. شعرش چیه؟ قار و قار، یعنی ببار تا بهار. شعر بعدی هم باز راجع به برف و زمستونه. برف اومده شبونه، رو پشت بوم خونه، برف اومده رو گلا، رو حوضا و باغچه ها. زمین سفید، هوا سرد، ببین که برف چه ها کرد. برف قاصده بهار، زمستونا میباره. اینم از 2 تا شعری که قول داده بودم. اما حالا گفتیم وقت چیه؟ وقت خداحافظیه. امیدوارم که باز هم بتونم شما رو همینجا ببینم. پس شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار، میگیم خدا نگهدار. شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار، میگیم خدا نگهدار.
خدا نگهدار بچه ها. بای.